آقای حجازی سلام میکنم به شما، بسیار خوش آمدید به دو روز اول در صدای آمریکا. منم سلام خدمت شما دارم و همچنین هموطنان عزیزم در داخل کشور و خارج از کشور، امیدوارم همیشه سلامت و پاینده باشم. خب دوستان عزیز، امشب آقای حجازی از استودیو در وین مهمان ما هستند. اندکی دیرتر هم آقای دکتر خشایار محسنی صاحب باشگاه دیسترادای اسلوواکی که ناصر خان مدیر فنی اون هستند به ما ملحق خواهند شد. خب آقای حجازی، یکی از سایت های ورزشی ایران نوشته که در این اوضاع و احوال تأسف برانگیز فوتبال ایران، حضور یک سرمربی و مدیر فنی ایرانی در اروپا خوشحالی علاقمندان و دلسوزان واقعی فوتبال کشور رو به ارمغان آورد. خودتون بگین که چطور شد سرمربی اسبق استقلال سر از کشور اسلوواکی در قاره سبز در آورد؟ البته اگه توجه بکنید آقای دکتر محسنی این تیم رو در اختیار گرفتن و به عنوان رئیس باشگاه فعالیت خودشون رو آغاز کردن و از من درخواست کردن، چون از نظر فنی منو قبول داشتن و از من درخواست کردن که به استرادا بیام و کمکشون کنم. ولی بلافاصله پذیرفتم، اومدم، چون این افتخاریه برای هر مربی ایرانی که بتونه پا به عرصه فوتبال اروپا بذاره و بتونه اونجا کارش رو شروع کنه. امیدوارم که من بتونم کاری انجام بدم که راه برای مربیان دیگه ایرانی باز باشه. ایمیل دیگری هم داریم که کمی طولانی، ولی من سعی می‌کنم خلاصش بکنم. دوستی به نام ایران زمین، شاید هر دوی آقایون بخوان به این موضوع پاسخ بدن به نحوی، میگویند که اگر فوتبال امروز ما به این وضع افتاده، باید علتش را در 8 آذر ماه 1376 جستجو کنیم که فوتبال بدون اینکه به کسی از مردم بگوید به خیابان می‌آید. میلیون‌ها نفر از مردم را به خیابان‌ها کشید و این برای مسئولان ورزشی زنگ خطری شد که از آن روز کمر به قتل فوتبال ایران زدند و حتی آقای صفایی فراهانی هم که تلاش میکرد آن را به ساحل آرامش برساند مجبور به استعفا با این جمله کردند که فوتبال را به نامادریش سپردم. محسن از اصفهان، آیا موافق هستین که در اون تاریخ اون یک نقطه عطفی بوده در تاریخ فوتبال ایران؟ آقای حجازی، من خدمت چه عرض کنم؟ این مسئله است که به من اصلا مربوط نمیشه آقای فرهادی من راجبش صحبت بکنم. فقط من همیشه امیدوارم که تماشاچی و طرفدارا بتونن بیان فوتبال و با آرامش فوتبال زیبا از تیمشون نگاه بکنن. من فکر کنم انشالله مسئولین هم به این فکر خواهند افتاد که باید حتما از فوتبال، از طرفدارا و حتی از بازیکن‌ها و مربی‌ها و کادر فنی حمایت بکنن تا بتونیم یه فوتبال خوبی داشته باشیم. حالا من چون سیاسی نیستم، راجع به سیاستم بهتره که صحبت نکنم. آقای حجازی، چندی پیش شما گفته بودید که برای انتخاب مربی با همه مشورت کردن، حتی با کسبه محلم مشورت کردن، ولی با من مشورتی نشد. اگر با شما مشورت می‌کردن پیش از انتخاب افشین قطبی، شما چه مشورتی می‌تونستید به مقامات بدین به عنوان یکی از بزرگان فوتبال ایران در این خرد جمعی چگونه میتونستین شرکت بکنید؟ البته با من که مشورت نکردن، اگر در واقع مشورت هم میکردن، من چون در حدی نمیبینم خودمو که برم جز اون آقایون بشینم و نظر بدم. اونا خیلی بزرگتر از منن و از لحاظ فنی هم بالاتر از من هستن و به این علت من هیچ وقت پا اونجا نمیذارم، به خاطر اینکه خودمو کوچیکتر از اونا میدونم. بله. آیا شما داریم با طعن و کنایه صحبت می‌کنید حجازی، یا واقعا از ته دل اینو میگید؟ نه واقعا، چون متخصصین بیشماری هستند که میتونن نظر بدن. چون مشورت من اثری نداره، به این دلیل چون اثری نداره بهتره که نظر و مشورت نده. بله. خب دوستی از شما خواهش کرده که پیشنهاد ارائه بدین که چه کار باید بکنن که فوتبال مملکت از این حالت سقوط آزادی که درش وجود داره خارج بشه. اگه پیشنهاد ملموس چی میتونید شما ارائه بدین آقای حجازی؟ ببینید آقای فرهادی، یه مسئله مهم اینه که شما ببینید در هر برهه از زمان یه مربی میاد و شانس داره. شانس به چه علتی داره؟ بازیکنای تراز اول در اختیارشه. مثلا زمان ما آقای مهاجرانی بود، هم کارایی لازم داشتن، از لحاظ فنی بالا بودن، ولی بازیکنای خوب و تراز اول هم در اختیارش بود، تونست موفق بشه. شما ببینید آقای علی پروین بود،
آقای عبداللهی بودن، آقای نظری، و بازیکنهای خوبی در اختیارش بود که تونستیم بدون باخت به جام جهانی بریم. و در زمان آقای دایی هم اگر دقت کنید، آقای دایی، آقای کریمی، آقای مهدویکی، هاشمیان، بازیکنان بزرگی در اختیار مربی بود که تونست تیمو به جام جهانی ببره. ولی در مورد آقای قطبی من فکر کنم الان بازیکن ما خیلی کم داریم نسبت به گذشته. الان بازیکنان ما نزول کردن، باید ما راهی پیدا بکنیم که بازیکنهای تراز اول از جوانان و امید ما پیدا بکنیم. اگر این کارو بکنیم، قول بدم مربی بعدی که بیاد در اختیار بگیره این جوانانی که بزرگ شدن، میتونه تیمو به سرمنزل مقصود برسونه. آقای حجازی، بدون اینکه بخوایم برنامه رو سیاسیش بکنیم، این ایمیل رو من براتون میخونم، بعد نظر خودتون دیگه اگه بخواید پاسخ بدین یا نه، چون اگه من نخونم بعد بگن چرا این سوال رو آقای فرودی مطرح نکرد. میگویند که علیرضا کاف میگوید با سلام خدمت ناصرخان حجازی، میخواستم نظر ایشان را راجع به اتفاقات ایران بعد از انتخابات بدونم. جناب حجازی. بله، البته میدونید که بالاخره اختلاف تو هر خانواده پیش میاد. امیدوارم که این اختلافات برطرف بشه، با تعامل بیشتر همه جناها به هم دست به دست هم بدن، بتونیم واقعا یک ایرانی آباد و مترقی درست کنیم.